فقط اول من. خب گوش میکنم. میدونی امروز کارم رو شروع کردم، خیلی هم هار کردم، یه تصمیم گرفتم. حالا که تو استانبول یه زندگی میسازم، پس تصمیم گرفتم اسباب کشی کنم. واقعا؟ عزیز دلم، رو سرم جا داری. میدونم خوبی که از کسی ندیدم و تو بهم کردی، متشکرم. اما بالاخره تو ابد که نمیتونم اینجا بمونم. در واقع من باهات، ببین تصمیمم رو بهت میگم. خونه ای که تو آدانه هست ارث پدریم، اونو فردا به بونگا میدم. اگه تو اولین حقوقم اجاره بشه، اون وقت سریع اسباب کشی میکنم، وگر نباید منتظر حقوقم بمونم. خوبه، خیلی خوبه. وای چه خوب مهمون بازی میکنیم. البته زور من به این نمیرسه که یه خونه بخرم، اما اشکال نداره، تو میای خونه من، منتظرت. البته حتما. تو میخواستی یه چیزی به هم بگی؟ بگو. چیزه؟ نه در واقع چیز مهمی نبود، نیازی نیست. باشه، پس باشه. اگه اینطوره، پس من میرم اتاقم، به کارام برسم، کارای بنگاهی مونده. خب فعلا میبینمت. خوب شد با حرف زدم. خدایا ممنونم، ممنونم. آره نور خانم، دارم برات. زود باشین دیگه، دارن ازون میگن هنوزم هیچ کاری نکردین. ای بابا، یه زیتون میندازی دهنه تموم میشه میره، اینطوری منتظر افطار میمونن. ماشاءالله گوشه مامانمو میبینی، از کجا چیه شنید به خدا. ولی خب حق داره. وای وای وای، آشپزخونه رو چه بوی خوبی گرفته. وای مامان بزرگ دودو، میخوای منم کمک کنم؟ نمیخوام دخترم، دور ور من نپلک، ممنون. آها آخه مگه میشه عزیزم؟ منم میخوام کمک کنم. تو بشین روی صندلی، من سوپو میریزم. ها نظرت چیه مامان بزرگ؟ گفتم نمیخواد دیگه دخترم. اگه خیلی میخوای کمک کنی، برو به نور کمک کن. اما مامان بزرگ تو روزه داری، به خاطر همین گفتم. من دارو میخورم دخترم، روزه نیستم. وای نکنه زیر سوپ گرفته. آخه ببین سوخت. چی کار داری میکنی؟ سوپ من هیچ وقت نمیسوزه. وای مامان بزرگ چی داری میگی؟ سوپ دیگه میسوزه. حالا چه تو بپزی چه یکی دیگه میسوزه. ببین الان، ببین سوخته. اینها به خدا سوخته. ببین آهای چی کار کردی دخترم؟ چی کار کردی؟ سوختم. وای خیلی معذرت میخوام، معذرت میخوام مامان بزرگ دودو. وای خدایا. آه دخترم هنوز نمیتونی یه ملاقه بگیری دستت، بعد میگی میخوام بیام کمکت کنم، بده من ببینم. وای خدایا منو ببخش مامان بزرگ دودو. تو برو لباستو عوض کن، من اینجا رو تمیز میکنم. باشه. خدایا به هم صبر بده، نزدیک افطاری، ببین دهنمو باز میکنی. تو اومدی؟ بیا تو، مام داشته میزو چیده. کمک لازم داری عزیزم؟ چرا اینطوری؟ چیزی نیست، حرف میزنیم، بابام اینو نشنفن. باشه تو برو، من الان میام. مامان دودو کجاست؟
لباساش کثیف شد، به خاطر همین رفت لباساشو عوض کنه. آی ای بابا، بگذاریم. الموزم اومد از آنم میگن من شروع به ریختن سوپا بیم. آ نه نه نه، تو سوپا کنار بذار، تو اینو بگیر ببر بذار روی میز. باشه، سوپا رو من میریزم، به مامان بزرگ دودو قول دادم. آخه خیلی خوب. دخترم تو اومدی، چه کار خوبی کردی که اومدی دخترم. بابا من یکم به نظرم بیحالم. نه بابا، انگار یکم خوابم میاد، واسه همین سرم گیجه. شوهرت چرا نیومد؟ بابا عجب این اینجا بود الان جوابتو میداده. امین کجاست؟ آقای محترم سر فیلم برداریه، گفت شما تماشا کنین، من نمیرسم. آی به خدا باورم نمیشه، یعنی جدی جدی امشب سریالشو پخش میکنن؟ آه اصلا دیده نمیشه، بعدش میگه بازیگر شدم. وای از دست تو تیار، بچه هر کاری کرد خوشت نیومد. ببین تو تبلیغا داره بازی میکنه بچه. بازی میکنه اما چیش به ما میرسه؟ خدا قبول کنه، بفرمایی. خدا قبول کنه. نوش جونتون. دخترم واسه نور هست، واسه ما نیست. واقعا که اصلا احترام حالش نیست. بزرگا اینجا نشستن عزیزم، نمیبینی؟ اول به مامان بزرگم بده، بعدشم به بابا بزرگم، بعدش به ما. وای وای وای، نه نه نه، اونو تو بخور. آخه چرا؟ خب من واسه بزرگام خوشگل و با تزیین آماده کردم، یه جور دیگه میارم، الان میارم واسه تون. وایسید وایسید، الان میارم. میخوای شوهرم میجو؟ نه من زیتون و پنیر میخورم، واسه هم خوبه. آخه مگه سوپم تزیین میکنم؟ خب به هر حال بعدن باهات حرف میزنم. خیلی خوب ایلماز، باشه. اینم از سوپ بفرمایید. الو الو فرهاد، دیگه به هم زنگ نزن، جلوی چشم ایگیت هم نیایی. اجلال اجلال خیلی نگرانت شدم، تو خوبی؟ مامانم همه چیو بهش گفته. نمیدونم چرا شوکه نشدم. ببین جلوی ایگیت ظاهر نشی، فهمیدی؟ اون هر دوتامونو از بین میبره. فکر میکنی تا کجا میتونم فرار کنم؟ یعنی چی تا کجا؟ اگه لازم باشه تا ته جهنمم فرار کنی فرار کن، نباید اجازه بدی پیدات کنه. چی کار میکنه؟ میخواد جونمو بگیره؟ دیوونم نکن، شوخی نمیکنم. اجلال این واقعیه؟ من خوابی چیزی نمیبینم ها؟ تو برای من نگرانی؟ تو نمیتونی انقدر احمق باشی که از این لذت ببری. میدونی شاید اونقدری عاشقم که محتاج یه نور کوچیکم. عصبیم نکن فرهاد، ببین عصبیم نکن، میدونی بیشتر از تو به خودم فکر میکنم. اگه بگیرتت مطمئنم تو رو به حرف میاری. میدونی من تو قبرس بودم، جایی که رویای بچگیمون رو ساخته بودیم. فکتو ببند لعنتی، از اونجا هم بر نگردیم. دیگه خیلی دیره اجلال، برگشتم. اجلال وقت داری؟ اجلال
مرت میخواست تو رو ببینه. گفتم سرش درد میکنه. خالمم تو خوردن داروهاش زیاد روی کرده، هنوز خوابه. دختران بهم گفتن حالت خیلی بده. ببینم تو فکر کردی من خوبم؟ ببین امروز به اندازه کافی سعی کردم آروم باشم و اینجا اومدم باهات صحبت کنم. با هم خیلی منطقی و آروم صحبت میکنیم. حرفی واسه زدن ندارم. تو حرفتو زدی، منم حرفمو زدم. آخرین چیزی که تو بهم گفتی این بود که دوست داشتن اون آدم برات خیلی مهم بود. همش همینه؟ ها؟ چیز دیگه ای نداری که به هم بگی؟ اما تو انگار حرفی برای گفتن داری. حقیقتش میخواستم بگی به خودت اومدی. راستش میخواستم بشنوم دیگه با اون آدم ملاقات نمی کنی. چرا؟ چرا اینقدر داری به این موضوع فکر میکنی؟ مگه من مهمم برات که احساساتم برات مهم باشه؟ ببین نظر یه چیزو دوباره بهت بگم. صبر منو با اون آدم امتحان نکن. ببین من درکت میکنم، سعی میکنم درکت کنم. آره خشمت به منو درک میکنم اجلال. این که ازم متنفر باشی، به هم حمله کنی، همشونو درک میکنم، باور کن. ببین من به اندازه کافی خودم رو مقصر میدونم. اینکه تو نیازهای احساسی داری رو سعی میکنم درک کنم اجلال. بارها به خودم یادآوری کردم که تو فقط به عنوان مادر بچم به دنیا نیومدی اجلال. این که میخوای دوستت داشته باشن، احساسی که من هیچ وقت نتونستم بهت بدم، این که تو آدم دیگه‌ای بشی واقعا حس خیلی خوبیه. بارها من بهش فکر کردم. آره جوونی، خوشگلی، غم و تنهایی، میدونم متوجه همشونم. اصلا نگران نباش، متوجه همشونم. نمیتونم در مورد همچین موضوعی با جر و بحث کنم، اما وقتش که رسید خوب بلدم رو زندگی شخصیتم چشامو ببندم. فهمیدی؟ به مرور زمان بهتر میتونم درکت کنم اجلال، اما تو هم منو درک کن. نمیتونم قبول کنم با هرسی که به من داری فرهاد و نزدیک خودت نگه داری. میفهمم، ازم هر چیزی بخوا، هر چیزی میخوای بخوا، اما نخواه چشمم رو اون بیشرف ببندم اجلال. اجلال خب منم یه چیزی ازت میخوام. ازت میخوام از نور دست برداری. تو اینی دیگه، تو اینی. میتونی هر کاری که بخوای انجام بدی، اما من نمیتونم. ولی تو اون آدم رو دوست نداری اجلال. ولی تو جلو چشمم اون زنه رو دوست داری. ببین دوباره شروع نکن، نذار یه بلایی سر فرهاد بیارم. منو امتحان نکن، خواهش میکنم منو با اون آدم روبرو نکن. اگه باهاش روبرو بشم اون وقت. ماما باز مریض شدی ماما. ماما چرا گریه میکنی؟ مامانم رو به گریه میندازی؟
پسرم سر مامانت. تو همیشه مامانمو به گریه میندازی بابا، از اینجا برو. پسرم همیشه مامانمو به خاطر اون جادوگر به گریه میندازی. مرد، از اینجا برو بابا، برو. امشب میخواستم یه چیزی دیگه تماشا کنم ولی بگذاریم به جهنم. خیلی ممنونم، من اگه طبقه بالا تو سالن تماشا کنم نمیتونم راحت باشم. بگذاریم، منم کنجکاوم ببینم امین چطوری بازی کرده. میدونی اونم خیلی هیجان زده است. نکته یه بعدش اینه که خودش تماشا نمی کنه، الان کار میکنه، داره فیلم برداری میکنه. خیلی جالبه دوست پسرتو توی تلویزیون ببینی که یکی دیگر رو دوست داره، خیلی عجیبه نه؟ آره، منم بودم دوست نداشتم دوست پسرمو با یکی دیگه ببینم، عجیب نیست. فقط نقشه. آره فقط نقشه. میگم امی شوخی شوخی داره خیلی معروف میشه، متوجه شدی؟ آره ولی انقدر بزرگش نکن عزیزم، یه سریال دیگه. چیزی ندارم بگم، پارسال یکی اومد بهم گفت امینتون بازیگر شده، تو سریال بازی میکنه، معروف شده. خیلی تعجب کرده بودم. ولی این کارا سختن، یعنی میدونی که بچه فقیر و مغرور وقتی پولدار بشه اول دوست دخترش عوض میکنه. تو همینو اصلا نمیشناسی، همچین پسری نیست. اون کسی نیست که بخواد به خاطر پول و اینجور چیزا عوض بشه عزیزم. آه که اینطور؟ چه بدونم، دیشب دیدم دارید با همدیگه جنگ و دعوا میکنید، به خاطر همون بهت گفتم، وگرنه علکی حرف نمیزنم. یارن جون، من و امین با هم صحبت کردیم و حلش کردیم، یعنی توافق کردیم. تو الان اومد. هر چقدر میخوای فرار کن، از داستان عشق نمیتونی رد شی. کم مونده بود از دست بدمش. من هیچ وقت فراموشت نکردم، به این پشت نکن، من دوستت دارم. وای، من که حسابی ازشون خوشم اومد. ایلماز چجورم به اکران میاد؟ من که حسابی داره گریم میگیره. تیار، این واقعا پسر ماست. ببین مامان بزرگ تیپ زدن. عزیز آبجیش چقدرم خوش تیپ شده به خدا. ماشاءالله سفر چجورم پر کرده. وای 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 وای. چی شد شوهرم؟ مهم میگفتی دو ثانیه از پشت رد میشه. این پسر خیلی با استعداد بوده، دمش گرم. ماشاءالله بگو تیار بزن به تخته، ماشاءالله. الان به دلم اومده داداش من مشهور میشه، جانی دپ داخلی میشه. جانی دپ دیگه چیه؟ چی میشد مادرش بود و این روزا را میدید. برم بیرون هوا خوری، اینجا گرفته است. باشه. مامان جون، حال روزمو میبینی؟ عزیزی دلم، دیگه اصلا از زندگی خوشم نمیاد وقتی مامانم نیست. بیا عزیزم، بیا اینجا بشین. با این وضع حاملگیت رو پا میگردی؟ عزیزی دلم، اینجا بشین ببینم. آی، وقتی اومدیم تو فکر بودی؟ زود باش تعریف کن ببینم چی شده.
این نازان بازم داره با من بازی میکنه. من مطمئنم این بار بازیش خیلی بزرگم هست. اینجایی؟ فکر کردم ایگیت پیشته. نازان ببین از اینجا برو، اعصاب منو خورد نکن باشه؟ جای چند بار دیگه باید عذرخواهی کنم؟ میخوای تا صبح عذرخواهی کنی نازان؟ میفهمی چی میگم؟ اگه بچم چیزیش بشه عذرخواهی تو به چه درد من میخوره؟ اون بچه ماست جاهد. بچه ماست ها؟ آره به حرف که میرسه بچه ماست. آدم این کارو با بچه خودش میکنه. اما تو اصلا ببین نازان دهنتو باز نکن وگرنه خیلی بد میشه. ببین تا ایلماز زایمان کنه هر کاری که باهاش کنی در واقع با بچم میکنی، با بچمون میکنی. من امروز بهت هشدار میدم اما تو 5 دقیقه بعد باز همون کارو میکنی. جاهد ببین من هر کاری از دستم بر بیاد سعی میکنم انجام بدم، اما اون صورت کثافتشو وقتی میبینم نمیتونم خودمو کنترل کنم. هر باری که اون زن بی حیا رو میبینم خونم به جوش میاد. نباید اینطور باشه، میفهمی؟ حالا که خونت به جوش میاد پس بهتره اینجا وای نستی. گورتو از این خونه گم کن. نباید کاری کنی که به بچه من آسیب برسه. باشه باشه آروم باش، من درسمو گرفتم. باشه چیزی نیست، هر کاری کنه جیکم هم در نمیاد، قول میدم. گوش کن نازم، من با تو به خاطر پسرم به توافق رسیدم. اینو حتی یه لحظه هم از ذهنت دور نکن لطفا. شرایط ایلماز بحرانیه، با دکترش حرف میزنم، همه چی ازش مخفی میکنم تا بهش استرس وارد نشه. شرایط اون واقعا بحرانیه، میفهمی؟ بحرانی؟ یعنی چیزی جز دونسته هامون هست؟ سخته، یعنی زایمان سختی منتظر اونه. زایمان سختی خواهد بود، هم واسه بچه هم واسه مادرش. یعنی از این حرفش که گفت واسه زایمانت روز شماری میکنم چه برداشتی میکنی؟ این زن بعد از زایمانم میخواد از زندگیمون بره بیرون، آخه چرا روز شماری کنه؟ حرف مفت میزنی دیگه ایلموس، حتی ارزش نداره در موردش فکر کنی. نه خیر نور، من نازانو میشناسم، پای چپ شیطانه، الکی حرف نمیزنه. فقط واسه ناراحت کردنت این حرفا رو میزنه ایلموس جون، ولی تو بهش فرصت میدی. میگم اون خونه رو ول کن بیا پیشم، میگم روزای آخرتو با هم بگذرونی. میخوام تو روزای آخر بار دارید نفس راحتی بکشی، ولی کی حرف گوش میدی؟ گوشت بدهکار نیست. نه خیر، میدونم واسش خالی نمی کنم. اونا تموم شدن ایلماز جون، رفتن. چیزی به نام میدون مون تو رو خدا. تا وقتی که توی اون خونه با اون زن بمونی فقط اعصابتو خراب میکنی. انقدر لج نکن، بیا پیشمون. نه خیر، من جاهدو ول نمی کنم. وای این جاهد تو رم. باشه بابا، باز میخوای شروع کنی؟ میدونی چیه؟ میخواستم یه چیزی دیگرم بهت بگم، یادم رفت. آها فکرت. اون چی کار کردی؟ میدونی اون فکرت امروز مثلا اومده بود منو ببینه. آره منم باور کردم، چند روز بوده که نگرانم بوده و از این جور چیزا. دختر این زنه هممونو ابله فرض کرده. معلوم نیست واسه چی اومده. اونو کی میدونه، خدا میدونه. باید ول کنی. میره دیگه ایلماز. آره وایسا بره، حقشو میخواد بگیره، بونگا پیدا کنه، اجاره میده، بعدن میخواد واسه خودش خونه بگیره. اون چشای شیطانیشو نمیبینی؟ ایلماز بس کن دیگه، من این چیزا حالیم نیست. بهت قول میدم که به این زودی یا بره. تازه اگه نمیگفت میره من میخواستم بفرستمش. خلاصه گفتن اون بهتر شد. حالا هرچی، وقتی تو زندگیم دشمنی مثل اجلال دارم به دومی اصلا نیاز ندارم. حالا من نمیدونم چطوری از شر این بلای آسمونی نجات پیدا کنیم. آی به خدا خیلی ترسیدم، زهره ترک شدم، فاتح بوده. شب بخیر. شب بخیر آقا فاتح، ولی داشتم حسابی میترسیدم. و یواش یواش از پشت دیوار داری میای، ماشالله هیکلتم که حسابی بزرگه، فکر کردم دزده.
دفعه بعدی میگم آلارم بزنن ایلماز باشه؟ نه منظورم اون نبود، انتظار نداشتیم بیایی. آخه خیلی وقت این ورا نیومدی، یعنی از وقتی فکرت اومده تو این ورا نیومدی. راستش ما دوتام حسابی حالمون گرفته است. خوب شد که اومدی، بذار به بابام بگم. بابا نه نه مزاحم بابا تینا الان نشین بهتره، من یه صحبت کوتاه با نور میکنم و میرم. آه باشه، پس بهتره منم برم بگیرم بخوابم، چون حسابی خسته شدم. انگار بگی زمستونه، خواب زمستونی دارم. شب بخیر، خدافظ. آی شبتون بخیر. من قبل اومدن به اینجا خیلی با خودم جنگیدم، خواستم یکم بهت وقت بدم، خواستم یکم ازت فاصله بگیرم، اما نتونستم. هر وقت پلک میزدم صورت پر از ناامیدیت میومد جلوی چشام، اما جرأتمو جمع کردم. هر چی میخوای بگی به هم بگو، یا هر چی میخوای بپرس ازم، یا داد بزن. اصلا سکوت کردن، زدن و شکستن، هر کاری میخوای با هم بکن. اومدم بگم هر کاری میخوای بکنی بکن نور. چیزی نیست بشکنی. سکوت کردن، حرف زدن، داد زدن، هیچی از دلم نمیاد. میدونی فاتح، آدمی که تا دیروز روشونش گریه میکردم، شخصی ترین و خصوصی ترین احساساتمو در میون گذاشتم، اونجایی توی دیگه. اینجام نور، من اینجام. هر چقدرم که ازم ناراحت باشی، من آدمی که تا دیروز روشونه هاش گریه میکردی، آدمیم که آماده است تا آخر عمرش بهت شونه بده. نیستی دیگه فاتح، الان اون آدم نیستی. الان هر چی که بگی درسته باهات حرف میزنم، ولی دیگه اون آدم نیستی نور. من فقط گفتم عاشقت. من دیگه اون نور بچگیامو نیستم. میدونم عشق دست خودمون نیست دیگه، اون لوس بازی ها، عاشق پیشگی ها و خشم بچگی ندارم. حتی احساس میکنم خودم رو گم کردم، واقعا نمیدونم. احساس عجیبی دارم، همه اون درد دل کردن همون، همه اون روزایی رو به یاد میارم که شونه به شونه همراهم بودی. نمیدونم الان واقعا نمیدونم چه فکری میکنم و چه حسی دارم. قبلا با هیچ مردی، میدونی، حتی با دوستان، رابطه ای که با هم داشتم و نداشتم، روح کسی رو اینقدر نزدیک به خودم احساس نکرده بودم. اونقدری که به دوستیت پناه آوردم، با هیچ کی نمیتونم باشم. واقعا الان نمیدونم چی بگم. ازم چی میخوای نور؟ دیگه ندیدن من؟ اینکه از زندگیت خارج شم و برم؟ اینکه غیبم بزنه؟ بگو، بگو نور، بگو، چون به هر قیمتی که باشه هر کاری که بخوای میکنم. این وضعتو ببین، اینقدر حس بد بهت میدم. چیزی نیست. میخوام اجلالو بهم بدی، ثابت کن اون پیامو فرستاده. این از قبلیاش مهمتره. اجلالو بهم بده، چیزی دیگه این نمیخوام. بقیهشم به مرور زمان بذار، زمانش که برسیم با صحبت میکنیم. الان نور تو خوبی؟ انقدر به خودت فشار نیار، قلبت میگیره. خسته شدم، خوابم میاد. شب بخیر.
خدای من، من چم شده؟ اینطوریه؟ اول قلبت سریع‌تر از تو میدوه، بعد عقلت به هم میریزه. نور بیچاره، کاش مجبورم نمیکردی اینقدر سنگ دل باشم. نخوابیدی؟ مامان بزرگ دودو برای چای گیاهی دم کرده، گیر داده واسه تو هم بفرسته. نه نمیخوام. جایی درد میکنه؟ خوب به نظر نمیاد. سرگیجه دارم ولی میگذره. معمولا اینطوری نمیشدم ولی میگذره. داری چی میگی؟ باید بریم بیمارستان؟ نه نه نیازی نیست، بهتره کسی رو نگران نکنی. خستم، واسه همینه، به خاطر بیخوابیه. خوب میشم. آره درکت میکنم، سخته. ای بابا، میخوای من لحافامو بیارم اینجا بخوابم؟ آره؟ نه نه نیازی نیست، من الان میخوابم. باشه، ولی از این چایی گیاهی بخور. باشه، به خدا خوبه، راحت میشی، راحت میخوابی. ها؟ چند قلوب بخور. آفرین عزیزم. این شیرینه، مثل عسل. واسه این که خیلی بهتر بشه توش کلی عسل ریخته، ولی حق داره، واقعا خیلی خوبه. میدونی آرومت میکنه، خیلی خوب راحت میخوابی. یکم دیگه بخور. ها؟ یکم دیگه. باشه، بعدن همشو میخورم. باشه، ولی حتما بخوری. یا خوبه؟ خوب، حالا بخواب. شب بخیر. والا کسی از شهرستان نمون که زنگ نزنه. از صبح تا حالا همه زنگ میزنن، میگن نوه شما مشهور شده. تو هنوز صبر کن مامان جون، تا نقشه هستی خیلی رای درستی داره. یواش بابا، یواش. ببین، خیلی هم متواضع، خیلی هم خجالتیه. دقیقا پسر بابا شدی که مگه نه؟ تو همیشه همینجوری بمون، باشه، هیچ وقت خجالت نکش پسرم. آره ای بابا خراب نکنی، ببین فردا یه روز هوادار پیدا میکنی و دمه این در صف میکشن پسرم. حالا ببین چی کار کردی؟ چه هواداری، چه صفی، بیشتر از من جوگیر شدین و یکم بزرگش کردی. ماشاءالله دقیقا به خودم رفته، پسر باباش چه دیگه. وای خدای من، پس از دست بیل نشدن به بچه بابا شدن ترفیع گرفتم. اون حرفا رو دیگه پیش نکش، اون حرفا رو دیگه بیخیال پسرم. همین ببین، این نور خیلی میفهمه، اون دیگه این کارا رو یاد گرفته، یه مدیر برنامه برات بگیره. چه مدیر برنامه ای؟ چی کار میکنید؟ من تا اونجا برسم؟ اوهو. درسته، واقعا این نور چه شده؟ چرا اینقدر زیاد خوابید؟ نکنه ماریستا چه برای سریع بیدار نشد؟ وای من برم یه سر بهش بزنم،
بلندش کنم، این دختره کاروبار نداره. آره برو، برو بهش سر بزن. وای وای وای، هنرمند شدی رفت. نور، نور بلند شو عزیزم. صبح بخیر، صبح بخیر. ساعت چندی؟ صبح شده. تعجب کردم چرا تا حالا بلند نشدی. پاشو ببینم حالا چطوره، ببینم. آی تب داری دختر، من حدسشو زده بودم، واسه همین آب پرتقال واسه گرفتم. پاشو. وای وای پاشو عزیزم، باید آب پرتقالتو بخوری. آب؟ آبم برات میارم عزیزم، ولی اول این آب پرتقالو بخور. زود باش عزیزم، پاشو. آها یالا یالا، آفرین. آها حالا پرتقالتو بخور ببینم. آفرین. آها بلند شدی دخترم. انگار مریض مامان بزرگ، واسه همینم بلند نشده بود غمشو نبینم. خب پس من یه سوپ واسش درست کنم. باشه بس، باشه باشه، بهم گیر ندی، دست از سرم ورداری. میخوام دوش بگیرم به خودم. بیا من مریض نیستم. مگه چی گفتیم دخترم؟ ما فقط گفتیم که مریض شدی. نمیخوام، هیچ کاری نکنید، من نمیخوام بابا، نمیخوام. ای وای این چه شده دختر؟ خیر انشالله این وقت صبح. خیر باشه انشالله. بهم دست نزن دخترم، اومدم حرف بزنم. به خاطر خوبیت مجبور شدم به ایگیت بگم، شانس دیگه واسم نذاشتی. دروغ مامان، دروغ. تو هر کاری کردی واسه خودت کردی، واسه کنترل حماقتت، به خاطر حرصای خودت کردی. واسه اینکه پشیمون نشی این کارو کردم. تو پشیمون میشی، تو خیلی پشیمون میشی که این کارو با من کردی. از آلمان هنوز مجوز نیومده، به فاتح گوش زد کنیم. این اواخر خیلی حال فکر کردن نداره، بهت گفته باشم. آره میونش با خواهرش خوب نیست و این ذهنشو درگیر کرده. یعنی ما هست میشناسمش، اما اولین باره که اینطور میبینمش. حواسم به اون هست ولی تو رو فراموش کردم. ببینم تو حالت خوب نیست گیت؟ چیزی نیست که بخوای بزرگش کنی، فقط یکم بیخوابم. خب چرا؟ زود باش پسر، برام تعریف کن. چیزی نیست بابا، جدی میگم، بعدا حرف میزنیم. بیا بریم. نمی‌کردم این کارو با من بکنی. اصلاً فکر نمی‌کردم این کارو با دختر خودت بکنی. مامان چقدر احمقم؟ مگه نه؟ چقدر ساده‌ام با اینکه دخترتم اصلاً شبیه تو نشدم. مگه نه مامان؟ اجلال هیچ کدوم از حرفات الان سنگین‌تر از اینطور دیدنت واسم نیست. ببین کی داره این حرفو میزنه؟ تو از پشت بهم خنجر زدی مامان. من تو رو از پشت نزدم. من مانع شدم خودتو نزنی. اینا همش حرف مفته، گفتم اینا همش حرف مفته. ازم عصبانی شدی، میخواستی مجازاتم کنی. میفهمی چی میگم؟ چون من به حرفت گوش نکردم. من واسه دفاع کردن ازت از احساسات بیمارگونه ی اون آدم این کارو کردم. انتخاب دیگه ای نداشتم اجلال.
آقا فرهاد. اجلال کجاست؟ لطفاً وایسی. من مادر تو، از تو نسبت به همه و همه چیز حفاظت میکنم. لازم باشه اینطوری، حتی از خودت. اصلاً تو رو نمیبخشم مامان، هیچ وقت نمیبخشمت. اجلال، خوبی؟ تو خوبی؟ آدم احمق بی شرف، چطور جرأت میکنی پاتو بذاری تو خونم؟ ولم کن میکنی؟ ولم کن، منو ول کن. در لعنتی رو باز کن، درو باز کن. اجلال دخترم، درو باز کن. اجلال، معلوم هست چه غلطی داری میکنی؟ باید حرف بزنیم اجلال. نشد، این آرایش نشد. این چشه ها؟ از وقتی اومده عصبانی. قبلا اینطوری نبود. نه نه، نمیخوام، میخوام خودم آرایش بکنم. ولی نور خانم برای تبلیغات. اینو از جلوم بکش کنار، نمیبینی؟ نمیبینی بیقرارم، تحت فشارم؟ عذر میخوام، عذر میخوام. من یه لحظه برم هوا بخورم. خیلی عذر میخوام، عذر میخوام. نمیدونم چیم شده، واقعا نمیدونم. خیلی معذرت میخوام. این کاراش چه معنی میده؟ میگفتیم دختر خوبیه ولی چشمش زدن. بی خیال بگذاریم. خدای من، خدای من.